سلام، امروز میخوام راجع به یه مطلبی باهاتون صحبت بکنم. همتون میدونین که ما توی زندگی در مورد اینکه طول زندگیمون چقدر باشه و آخرین لحظات زندگیمون کجا و در چه زمانی باشه انتخاب خاصی نداریم. یعنی ما تصمیم گیری در مورد طول عمرمون رو به صورت کلی در اختیار نداریم. شاید بگیم به صورت طبیعی میشه کارهایی کرد که زندگی با کیفیت بالاتر طولش مقداری به صورت طبیعی بیشتر بشه. این درسته، ما میتونیم با تغییر لایف استایلمون، با معاشرینی که دور و برمون هستن، با ورزش کردن، با مصرف کمتر الکل و سیگار زندگیمون رو به صورت طبیعی یه مقداری طولش رو بیشتر بکنیم. ولی یادتون باشه حتی آدم‌های خیلی بزرگی توی دنیا بودن که با پولشون، با قدرتشون، با موقعیت اجتماعی و سیاسیشون نتونستن در مورد آخرین لحظه زندگیشون تصمیم بگیرن. آدم‌های خیلی بزرگ، کندی، دکتر لوتر کینگ یا استیو جابز، آدم‌های خیلی بزرگ. یادتون میاد چند وقت پیش یه هواپیمای خصوصی، یه جت خصوصی مربوط به دختر یک سرمایه‌دار ترکیه‌ای از امارات، از بچلر پارتیشون، از یه مسافرت خیلی لذت بخش با دوستاشون برمیگشتن که دچار سانحه شدن و همشون از بین رفتن. هیچ کدومشون انتخاب نکردن که تو اون لحظه بتونن بیشتر زندگی بکنن یا جلوی اون حادثه رو بگیرن. ولی یه چیزی وجود داره و اون اینه که گارانتی وجود داره. ما میتونیم در مورد کیفیت زندگی در طول زمانی که در اختیار ما قرار داده شده تصمیم گیری بکنیم. اون یه انتخابه که به ما داده شده. زندگی مثل یه قطار سریع السیر میمونه، قطار خیلی سریع السیر، شاید سریع ترینی که امروز به ذهنتون میاد. همین امروز که من باهاتون صحبت میکنم، سریع ترین قطار دنیا در چین به نام شانگهای مکلف 430 کیلومتر در ساعت سرعتشه. بی نظیره نه؟ حدود 267 مایل پر اور. و فرض بکنید که ما توی همچین قطاری نشستیم. زندگی به همین شکله. یک ایستگاه به ما یک ورودی رو میدن، اجازه میدن سوار این قطار بشیم. به سرعت تمام اتفاقهای زندگی از کنار ما عبور میکنن بدون اینکه خیلی متوجه بشیم که اونا به صورت دیتیل چه چیزهایی بودن، چه اتفاقاتی بودن. حتی شیها اشیا رو به صورت دقیق و چیز نمیتونیم ببینیم، سرعت ما خیلی زیاده. ما یه بلیت داریم، بلیت ما یه بارکودهای روش داره. این بارکودها قابل خوندن توسط حداقل ماها نیستش. ما نمیتونیم بفهمیم ایستگاه آخر زندگی ما کجاست. بنابراین ما باید یه ایستگاهی از این قطار پیاده بشیم. اون چیزی که مهمه و در اختیار من و شما قرار داره اینه که در طول مسیری که سوار این قطار سریع السیر هستیم چگونه ازش استفاده بکنیم. ما میتونیم توی رستوران‌های مجلل این قطار غذا صرف بکنیم، یا میتونیم ساندویچی که مامان بابامون و پرنسمون گذاشتن توی کوله پشتیمون اونو با هم دیگه به قول معروف با دوستامون شیر بکنیم و ازش استفاده بکنیم. ما میتونیم توی صندلی‌های ردیفی قطار ته واگن‌ها نزدیک واگن‌های باری بشینیم، یا اینکه میتونیم توی رستوران‌های مجلل و تو کوپه‌های مجلل همون قطار شبمون رو سر بکنیم، تخت خوابای راحت داشته باشیم. هواپیما هم همینطوره. ما میتونیم توی صندلی‌های اکانومی بسیار محدود با فضای خیلی کم بشینیم و ساعت‌های متوالی پرواز بکنیم، یا توی صندلی‌های بیزنس کلاس بشینیم. من میخوام یه چیزی رو به شما بگم. ما توانایی این رو داریم و حق این رو داریم که در زندگیمون روی صندلی‌های فرست کلاس بشینیم. معنیش اینه که پرایوسی‌های بزرگتری داشته باشیم، امکانات بهتری رو به دست بیاریم و توی زندگی از موقعیت‌هایی که برامون به وجود میاد استفاده بهتری بکنیم. همه ما این توانایی رو داریم. هممون میتونیم بهتر روی صندلی بهتری بشینیم، توی لوکیشن بهتری قرار بگیریم. من توی مسیری که میخوام با شما برم، سفری رو که میخوام با شما برم، به دنبال این هستیم که صندلی فرست کلاس زندگیمون رو به دست بیاریم.
من سینا دژنوادی هستم، همراه شما و همسفر شما تو پیدا کردن صندلی فرست کلاس زندگیتون. با من همراه باشین. دوستتون بخیر.